COPD کلینیکال استادی. خب COPD که میدونی یعنی کانستراکتیو کرونیک ابستراکتیو پولمونری دیزیز، درسته؟ تعریفش کلاسیفیکیشنش بردن هاشه، بردن اف COPD ریسک فاکتور پاتوجنزیس پاتولوژی پاتوفیزیولوژی منیج پرکتیکال کانسیدریشنش رو میخوایم الان چیکار کنی ریویو کنیم، اوکی؟ بعد گفته که definition COPD is a preventable and treatable disease with some significant extrapulmonary effect that may contribute to the severity in individual patient. In pulmonary component is characterized by airflow limitation that is not fully reversible. در اگه پولمونری کامپوننتش کاراکترایز بشه با ایرفلو لیمیتشن، اگه ایرفلو لیمیت بشه اون وقت دیگه نات فولی ریبر بزیده سکتر این بسته بشه دیگه. آره. The ایرفلو لیمیتشن is usually progressive پیشرونده است and associated with an abnormal inflammatory response of the lung to noxious particle or gas. خب استیج 1, 2, 3, 4 داره COPD. اوکی استیج اول مایلده، 2 مودریت، 3 سیویر و 4ش وری سیویر. حالا تو استیج مایلدش FEV1 تقسیم بر FEVC کمتر از 0.7، درسته؟ اینجا هم کمتر از 0.7، کمتر از 0.7، کمتر از 0.7، اما FEV1 بیشتر از 80% پریدیکتده. اینجا FEV1 بین 50-80%، اینجا FEV1 بیشتر از 30%، بین 30-50 در واقع، و اینجا FEV1 کمتر از 30 پریدیکتد و کمتر از 50 پریدیکتد پلوس کرونیک رسپیریتوری فیلر. پریدیکتد یعنی قابل پیشگوییه، پریدیکتد پیشبینی میشه که کمتر از اینقدر باشه. یعنی سیزی چهار سویر تر. حالا burden of COPD میگه که burden of COPD key point is COPD is a leading cause of morbidity and mortality worldwide and result in the economic and social burden that is both substantial and increasing. COPD prevalence, morbidity and mortality vary across country and across different group within country. The burden of COPD is projected to increase the coming decades due to continued exposure to COPD risk factor and changing age structure of the world's population. من یه تاپیک مبانی طب داخلی سیسیل از COPD ضبط کردم یه ساعتی، گذاشتمش تو یوتیوب. خب بخاطر همین الان میدونم همه چیزش رو، اگه سوال داشتی بپرس برادر. خب mortality. COPD is leading cause of mortality worldwide and projected to increase in the next several decades. COPD mortality tends generally track several decades behind a smoking trend. Cigaria. In the US and Canada, COPD mortality for both men and women have been increasing. In the US, in thousands, the number of COPD deaths was greater among women than men. حالا ببین اینا mortality های جهانه. خب مرگای جهان تا سال 1998 بیشتر کورونری هارت دیزیز بوده، بعد استروک شده، بعد CVD، بعد COPD و دلایل دیگه. اوکی؟ به هر حال COPD رشد فزاینده‌ای داشته. اما اینجا of the 6 leading cause of death in the United States, only COPD has been increasing steadily since 1970. میگه فقط COPD که داره اینکریز میشه. اوکی؟ بقیه دارن دیکریز میشن، مثل اکسیدن، مثل دیابتس ملیتوس. کانسر ثابت مونده، استروک کم شده، هارت دیزیزا دارن کم میشن، ولی COPD اینکریز میکنه. COPD mortality by gender. Men and women به طور مساوی سال 2000، ولی قبلا مردها بیشتر بودن. نونی این الان برای مرد هاست، این برای زن ها. پس زن ها به طور افزاینده دارن بیشتر میگیره. ریسک فاکتور خب بیا آزادش کن گناه دلیم درس میخونم. ریسک فاکتور های COPD چیه؟ یکی ژن، اکسپوژر تو پارتیکل تو باکو اسموک، بعد میبرم میخوابونمش. اکیوپیشنال داست ارگانیک ان اینورگانیک، گرد و خاک های مدنی غیر مدنی. Indoor air pollution from heating and cooking with biomass and impurely ventilated dwelling. Outdoor air pollution, lung growth and development, oxidative stress, gender, age, respiratory infection, socioeconomic status, nutrition and comorbidity. Leo.
اوفرین اوفرین گوگلی 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 تو چونکه گنده شدی گنده من گوگلی من گوگلی من بشین مامان بشین آفرین. ببین یه سری ریسک فاکتورهای سی او پی دی زیاد کنن مثل سن، استرس، جنسیت، آلودگی ها و گرد خاک های مواد عالی و معدنی، دود سیگار، مواد غذایی و وضعیت اقتصادی اجتماعی، اوکی؟ و ریسپیریتوری اینفکشن. اما سیگارت سموک، اوکوپیشنال داست اند کمیکال، انوایرومنتال توباکو سموک بهش میگن ETS and indoor and outdoor air pollution همه وارد ریه میشن، اوکی؟ nutrition یعنی infection socio economic status و آخر سر aging population، اوکی؟ حالا pathogenesis pathology and pathophysiology inflammation COPD ما دو مدل inflammation COPD داریم small airway disease parenchymal destruction. در اسمال ایروی دیزیز، ایروی اینفلامیشن، ایروی ریمودلینگ، توی پارانشیمال دیستراکشن، لاس آف آلویولار اتچمنت و دیکریز آف الاستیک ریکولی در نتیجه ایر فلو لیمیتیشن. پس اگه اسمال ایروی ها اینفلامیت بشن یا ریمودل بشن میشه اسمال ایروی دیزیز، یعنی بیماری راه های هوایی کوچک، اوکی؟ اگر پارانشیمال دیستراکشن داشته باشیم لاس آف آلویولار اتچمنت از دست دادن اتچمنت آلویولی و دیکریز آف الاستیک ریکولی از دست دادن کشش ارتجاعی ریه اگه پارانشیم ریه دچار تخریب بشه اون وقت کشش ارتجاعیش از دست میده حالا اگه هر دو با هم اتفاق بیفته میشه ایر فلو لیمیتیشن تو سیسیلی جوری میگم گفت یا این با هم دیگه میشه ایر فلو و این باعث مرگ میشه با هم بودن این دوتا الان ما اینجا یه صحنه سکشوال داریم این دوتا بعد یه صحنه مزاحم داریم اون یکی لیو جان بعد اینم ساعتمونه الان این ساعت الان نصف شبه دیگه اینا بذارم ما درس بخونیم Change in lung parenchyma in COPD ببین پارانشیم ریه تخریب شده Loss of elasticity Alveolar wall destruction ببینی الان این alveol سالمه نگاه کن اینه ولش کن موزو برای خودش بره ولش کن ببینی الان alveol سالمه اینجا ولی اینجا تخریب شده Alveolar wall destruction Loss of elasticity Destruction of pulmonary capillary bed and inflammation cell macrophage CD8 lymphocyte زیاد بشه قبوله؟ ببین الان اینجا هم تخریب شده این میشه چی؟ پارانشیمال دیستراکشن سی او پی دی حالا کرونیک هایپوکسیا میگیره طرف بعد پولمونری وازوکانستریکشن بعد پولمونری هایپرتنشن این پولمونری هایپرتنشن باعث ماسکولاریزه شدن ریه میشه باعث اینتیمال هایپرپلازیا در ریه میشه باعث فیبروز ریه میشه باعث ابلیتریشن ریه میشه حالا پولمونری هایپرتنشن وقتی فشار ریه بره بالا کور پولمونایه یا قلب تنفسی میاره وقت یعنی این پولمونری هایپرتنشن موازه مشکلات قلبی هم میشه کور پولمونایه یا قلب تنفسی قلب تنفسی خب تو فارسیش اینجوری گفته که این قلب تنفسی باعث ادم میتونه بشه باعث مرگ هم میتونه بشه یعنی وقتی که پولمونری هایپرتنشن میگیره و این اثر بذاره روی اکسیژن رسانی به بافت قلب اوکی و قلب دچار مشکل بشه ولش کن کتاب نخور علاقه نداره درس نخور در آدم بچه ها حالا ببین فرق آسم با سی او پی دی چیه هر دو باعث ایرفلو لیمیتیشن میشه درسته؟ اینجا آلرژن میاد اینجا سیگارت سموک میاد اینجا اپیتلیال سل و مست سل فعالن اینجا آلویولار ماکروفاج اپیتلیال سل اوکی اینجا ماکروفاج و اپیتلیال سل اینجا CD8 مثبت سله یعنی TC1 یعنی سلای تی وان و نوتروفیل ها ولی اینجا اوزینوفیل ها و CD4 یعنی تی هلپر این باعث برونکو کانستریکشن میشه ولی این باعث اسمال ایروی نروینگ میشه آلویولار دیست داره کشه آلویولار رو خراب میکنه اینجا برونشا یا برونشیول ها منقبض میشن اینجا باید داروهای برونکو دیلیتور بدی اینجا میشه گفت تقریبا دارو اثر نداره چون آلویولار دیستراکشن سیگار نباید کشید اوکی این ایریورزیبله میبینی غیر قابل برگشت آسم ریورزیبله
این خیلی صفحه مهمیه. یه بار دیگه به کدوم تی سلا تو سی دی او سی دی او سی او پی دی فعال میشه؟ سی دی 4 و ایوزینوفیل برای آسما، سی دی 8 و نوتروفیل برای سی او پی دی. مسل کجا فعال میشه؟ اینجا، چون مسل تولید هیستامین آلرژی میکنه دیگه. درسته؟ ماکروفاژ هم که کارش زهرخواری یا فاگوسایتوزیس. حالا میگه Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD. Definition، کلاسیفیکیشنش رو گفتیم، منیجمنتش حالا میخوایم بریم. Assess and Monitor Disease. چهار تا کامپوننت COPD منیجمنت چیه؟ ارزیابی کن و مانیتور کن بیماری ها. بعد کاهش بده ریسک فاکتور رو، بگو سیگار رو ترک کن. منیج استیبل سی او پی دی، ایژوکیشن، فارماکولوژیک، نان فارماکولوژیک، دارو درمانی، غیر دارو درمانی و منیج اگزاسربیشن. اوکی؟ منیج اگزاسربیشن. گول آف سی او پی دی منیجمنت، هدف چیه؟ ورینگ امفازیز ویت دیفرنت سیویریتی، بستگی به سیویریتی های مختلف سی او پی دی راه ها مختلفه. ریلایف سیمتوم، علائم کم کن. پریوینت دیزیز پروگریشن، ایمپروف اکسرسایز تولرانس، ایمپروف هلس استیتوس، پریوینت اند تریت کامپلیکیشن، پریوینت اند تریت اگزاسربیشن و ریدیوس مورتالیتی. این لغت اگزاسربیشن رو من چه یادم رفته، اونجا میزنی تو لپتاپت؟ بزن تو لپتاپت، لپتاپم اسلوئه، داره آپلود میکنه فایلا. خیلی خوب، ولش کن بعد میزنیم، روشنش کن که بعد بزنیم. خب حالا میخوام ببینیم assess and monitor COPD کی پوینتش چیه. میگه a clinical diagnosis، بابا a clinical diagnosis of COPD should be considered in any patient who has dyspnea، یعنی تنگی نفس، chronic cough، سرفه های مزمن، or sputum production و تولید خلط داره، and or a history of exposure to risk factor for the disease. اگه کسی به ما مراجعه کرد تنگی نفس داره، chronic cough، سرفه های مزمن، or sputum production و history exposure to risk factor for disease داره، یعنی سیگار میکشه، air pollution زیاد داره، تو محیط کار میکنه که air pollution زیاده، سنش بالاست، بیماره قلبی هم دسته دیگه هم داره، ما بایستی تشخیص بدیم که این COPD داره، بگیم برو پیش دکتر. The diagnostic should be confirmed by spirometry. با spirometry مشخص شه. A post bronchodilator FE1 به FE3ش کمتر از 0.7 باشه. Confirms the presence of airflow limitation that is not fully reversible. که این نشون بده که خواستن airflow limitation وجود داره. Comorbidity are common in COPD and should be actively identified. Comorbidity خیلی کامنه در COPD and should be actively identified. پس هفته هم برای من 7.5 بود. این کسره؟ اون زرسیت حیاتیه؟ نه رفتم ببینید دستگاه اسپیرومتری، رفتم اونجا رفتم توی اتاقه در بست و من چیز کم تو اسپیرومتری کرد؟ برای من 7.5 بود. برای یکم بچه رو خب دیاگنوزز آف سی او پی دی، تشخیص سی او پی دی، سیمتوماش کاف، اسپوتوم، شورتنس آف بریث، بگو کاف، اسپوتوم، شورتنس آف بریث، اکسپوژر تو ریسک فاکتور، توباکو، اکیوپیشن، ایندور، آوتدور پولوشن باشه، اون وقت باید بگیم اسپیرومتری کن. اوکی؟ حالا طرف اسپیرومتری کرد، این اف ای وان در سی او پی دیه، این اف ای وان تو آدم نرماله، میبینی؟ بعد تو اولین ثانیه، سکنده، اینجا این سکنده، این لیتره، در اولین ثانیه باعثی اینقدر لیتر باشه. اوکی؟ ولی اون بیشتره. بعد میگه که نرمال 4.5 اف ای وی سی 52.5 درصد 80، سی او پی دی 2.3 3.9 60 درصد. اوکی؟ حالا دیفرنشیال دیاگنوزیز آف سی او پی دی اند آسما. COPD onset in mild life, symptoms slowly progressive, long smoking history, dyspnea during exercise, large irreversible airflow limitation. اما تو آسم onset early in life، علائم زود آغاز میشه، often childhood، حتی تو بچگی، symptom vary from day to day، symptom at night early morning، هم شب واس هم صبح زود، allergy, rhinitis and or eczema also present، family history of asthma، large reversible airflow limitation. reversible ولی این irreversible. COPD and comorbidity. COPD patient ها are at increased risk for myocardial infarction، آنژینا، امکان داره بگیرن،
استئوپروزیس، رسپیریتوری انفکشن، دپرشن، دیابت، لانگ کانسر، اینها اینکریز ریسک دارن برای این بیماری ها. اوکی؟ COPD has significant extrapulmonary systemic effect including weight loss, nutritional abnormality, skeletal muscle dysfunction. واسه چی میشه؟ weight loss, nutritional abnormality and skeletal muscle dysfunction. حالا ما میخوایم این اساس رو مانیتور هم کردیم، حالا میخوایم ریدیوز کنیم ریسک فاکتور رو. ریداکشن اف توتال پرسونال اکسپوژر تو توباکو اسموک، اوکیوپیشنال داست اند کیمیکال اند ایندور اودر ایر پولوتنت، آلوده کننده ها رو آر ایمپورتنت. گولز تو پریونت دی اونست اند پروگرشن اف سی او پی دی، هدف ممانعت و جلوگیری از آغاز پیشگیری و اینا. اسموکینگ سسیشن، ترک دخانیات، از دی سینگل موست افکتیو اند کاست افکتیو اینترونشن ان دی موست people to reduce the risk of developing COPD and stop its progression. Evidence of. خب former Marlboro man، یعنی ایجش 30 سالش بوده، روبوست بوده، young man، ولی این 50 سالش بوده، riding into the sunset. این حالا این اولمپیش های معروف تلویزیونی تگزاسی بوده، شمیشه سیگار درش بوده، پیری شد دیگه COPD گرد. آره اسم بیماری خوندی تو همه ایستی رو؟ نه داشتم اون زیرش رو میخوندم. بریف استراتژی تو help the patients willing to quit smoking، این 5 تا A بود. Ask advice assess assist arrange. Ask advice assess assist arrange که اینا قبلا هم خونده بود. Management of stable COPD reduce risk factor smoking cessation، اینا هم بلدی ما. ایندور آوتدور پولوشن رو کم کن. استیج زیرو ات ریسک، نورمال اسپیرومتری پوزیتیو و نگاتیو کرونیک سیمتوم کاف اسپوتون پروڈکشن. حالا منیج استیبل سی او پی دی با اینا، اول کی پوینت چیه؟ None of existing medication for COPD have been shown to modify the long-term declining lung function that is a hallmark of the disease. Evidence of. Therefore, pharmacotherapy of COPD is used to decrease symptom and complication. نه اینکه درمان کنه، فقط سیمتوم ها رو کم میکنه. اوکی؟ حالا نگاه کن effect of smoking cessation، اثر ترک سیگار چیه؟ این never smoke or not sensitive to smoke، این آدمه که smoke and sensitive to effect of smoke. اوکی؟ کسی که حالا حساسه، stop smoking at age 65، stop smoking at age 45. ایز وقت فرق نمیگه در حالت اولش که اصلا نکشیده، تا اگه اینجا مثلا ترک کنه اینقدر میاد دور، اینجا ترک کنه اینقدر میاد دور، ولی خب این اصلی بدون اینکه ترک کنه این اصلا نکشیده. این ایج 45 تو ایج 30 میشه 20-25. فارماکوتراپی، برونکو دیلیتور ها، برونکو دیلیتور مدیکیشن آر سنترال to the symptomatic management of COPD. Evidence of. They are symptomatic. Nah, they are given on as needed basis or a regular basis to prevent or reduce symptom and exacerbation. قشن exacerbation رو بزنی معنی دیگه بزن. Exacerbation. تشدید، آره دیگه، تشدید ماجرا و شدید شدن داستان اینا. خب فارماکوتراپی با گلوکوکورتیکوئید هاست. با چی؟ گلوکوکورتیکوئید ها. این هل گلوکوکورتیکوئید کامباین با لانگ اکتینگ بتا 2 آگونیست از مور افکتیو دن د ایندیویدوال کامپوننت، بهتره ترکیب بشه. اوکی؟ کرونیک تریتمنت وی سیستم گلوکوکورتیکوئید شود بی اوایدد بیکاز اف آن فیوربل بنفیت تو ریسک ریشیو، نباید دراز مدت درمان بشه با واکسن. داره این سی او پی دی پیشن، اینفلوئنزا واکسین کن ریدیوس د سریس ایلنس.
پونوموکوکال پولیساکارید واکسین is recommended for COPD patient 65 سال and older and for COPD patient younger than age 65 with an FE1 کمتر از 40% protected. یه واسه چه واکسنی بزنم؟ پونوموکوکال پولیساکارید. پونوموکوکال پولیساکارید. Avoidance of risk factor smoking cessation reading گفتیم اینفلوانزا واکسینش. اینفلوانزا واکسین بزنم، پونوموکوکال پولیساکاریدم بزنم. این مدل ها رو دو مرتبه همه رو طبقه بندی کرده، گفته Active Reduction of Risk Factor و Influenza Vaccination، Add Short Acting Bronchodilator هنگام که احتیاجه، از اینجا به بعد Add Regulator Treatment with One or More Long Acting Bronchodilator، Add Rehabilitation، از مدل Severe تا Very Severe Add Inhaled Glucocorticoid If Repeated Exacerbation، اگه هی داره تشدید میشه ماجرا، Add Long Term Oxygen If Chronic Respiratory Failure Consider Surgery کال تریتمنت، اگر چیزی باید دستگاه اکسیژن وصل بشه و جراحی بشه. آنتیبیوتیک only used to treat infection exacerbation of COPD، اگر تشدید شده همراه با یه عفونت ریوی بایستی آنتیبیوتیک بخوره. آنتی اکسیدن ایجنت و موکولیتیک ایجنت یعنی خلطاور، آنتی توسیف ضد سرفه و وازودیلیتورها که تو کتاب سیسیلی گفته بود که هم خلطاور و هم از بین برنده خلط، یعنی الان موکولیتیک یعنی از بین برنده خلط، موکو بعد اکسپکتوران یعنی خلطاور، گفتید چون؟ یعنی اکسپکتورانت ها نگفته، گفته فقط چی؟ موکولیتیک از بین برنده خلط، ولی تو سیسیلی گفته بود اکسپکتورانت هم بینیم. ریهابیدیشن اول سی او بی دی فلان اکسیژن تراپی. حالا منیج اگزاسربیشن چجوری این شرایط رو منیج کنیم که گفتیم دیسپینیا کاف اسپوتومه، بعد کی پوینت ها کاری نداریم. اینهل برونکودیلیتور پارتیکولار اینهل بتا 2 آگونیست وید اور ویدوت آنتی کولینرژیک اند اورال گلوکوکورتیکوید استروئید آر افکتیو تریتمنت فور اگزاسربیشن اف سی او پی دی، هم بتا 2 آگونیست بدیم هم اورال گلوکوکورتیکوید استروئید. اوکی، نان اینوازیو مکانیکال ونتیلیشن این اگزاسربیشن ایمپروو رسپیریتوری، جراحی بکنن. اوکی، and medicine and education help to prevent future exacerbation should be considered as a part of follow-up، بایستی طرف adherence و compliance داشته باشه. and practical consideration spirometry older patient frequently بیشتر احتیاج دارن. تموم شد، خدافظ.